میلان کندرا متولد شهر برنو در چکسلواکی بود و در پی تهاجم نظامی شوروی در سال 1968 به کشورش و سرکوب قیام معروف بهار پراگ به انتقاد از شوروی پرداخت و سرانجام ناچار به مهاجرت به فرانسه شد. معروفترین رمان او که شهرت جهانی یافت در ایران با عنوان بار هستی با ترجمه پرویز همایونپور منتشر شد. شخصیت اصلی این کتاب پزشکی است که به سیاست های حزب کمونیست چکسلواکی ایراد دارد. بیشتر آثار او جنبههای های فلسفی دارد و در انتقاد از حکومت های خودکامه است. قبل از این نیز کتاب دیگری از کندرا با عنوان کلاه آقای کلمنس توسط احمد میرعلایی ترجمه و منتشر شد. میرعلایی خود از جمله قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در دهه 1370 بود. شوخی و عشقهای خندهدار از دیگر های میلان است که آنها نیز در انتقاد از اشغال کشورش از سوی ارتش سرخ و سرکوب جنبش آزادی خواهی آن سال هاست. کندرا پس از اقامت در پاریس طبعی فرانسه شد و به زبان فرانسه آثاری خلق کرد. بیشتر آثار کندرا از عمقی فلسفی برخوردار است، اما بعضی از منتقدان آثار او را در سبک داستانهای سیاسی طبقه بندی می کنند. کندرا در یکی از معدود مصاحبه‌هایش هایش در سال 1976 به روزنامه لوموند برداشت این منتقدان را ساده انگارانه خانده و بر عمق فلسفی نوشته هایش کرده بود،